بازی یو اف ال اومد، بریم با هم بررسیش کنیم. آقای ماگوشتی سلام، من دانیالم. من امیدیم این قسمت قراره که به جای فیفا و FC 24 بریم سراغ بازی که این همه راجع بهش صحبت کردن و 4 سال ساختش طول کشیده. البته این بازی اوپن بتا هستش و تا 24 ساعت آینده بیشتر فرصت در واقع بازی کردن رو میدونم. تو همیشه این مسیر رو میری و همیشه گند میزنی به اتاق من و ایشون هم دانیال داداش هم بنده هستش که خب قراره بریم سراغ بررسیش. این چیزا دیگه به جای FC 24 میریم سراغ یه سیگمای UFL. این اولین بازخورد ما از بازی هستش. مثل شما داریم وارد بازی میشیم ببینیم چه جوریه. نکته اول اینه که خیلیاتون قطعا سوال میکنید که آیا از ایران میشه بازی کرد، چه جوریه، نمیشه. بعد اینو بهتون بگم که نه، از ایران متاسفانه نمیشه، با DNS هم نمیشه و مشکل اینه که خود در واقع پشتیبانی این شرکت که برای استرایکرز هم هستش گفته که متاسفیم اونو به دلیل مشکلات بالاتری و همون موضوعات تحریم اجازه نداریم که این بازی. البته البته قبل از اینکه ادامه این داستان رو بریم، بچه ها نصف خیلی از بازی که ما بازی میکنیم تحریم هستیم داخلش، ولی خب یه سری از بازی ها رو شرکت ها که DNS میسازن میان روش تمرکز میزن و وقتی اون بازی میاد چند روز بعدش میان در واقع داخل اون سرویس DNS و میتونید باش بازی کنید. البته بهتون بگم که خب این بازیشون بیشتر از 2-3 روز بیشتر نبوده و اوپن بتاش حالت در واقع دیمو تور بوده. خب قطعا شرکت هایی که DNS هم نمیان هزینه کنن که سرور این بازی رو در اساس قرار بدن بعد دوباره 2-3 روز در اساس خارج کنن، احتمالا برن بعد زمانی که بازی ریلیز میشه حالا جای نگران کننده نیست. خب بچه در اول اسم کلاب همه پرسیم و گوشیم هیبرو، بعد کاپیتان همه پرسید که خب چرا واقعا بین این 4 تا بازیکن رونالدو، چرا زینچنکو اینجاست؟ برام سوال بود که بازیکن 4 تا احتمالاً قرارداد دارن با این مثلا سفیر این بود. چقدر فیرمینو بده قیافش و و اینا کارتایی هستند که مثل اون کارتای التیمیت تیمه، حالا کیدیبی شبیه شه ولی مثل کارتای پک اوپنینگ و ایناست، یه ذره شبیه تایتلا و اینا گرافیک شبیه بازی چیز نیست، رینبو یا کالاف نیست، یه جوریه بود. نه دقیقا چیز نیست، اسکینا رو گرافیک چیز میگه دریبلا مدل میگه دریبل دفیت کلا پیس و شوتش، پیس و شوت و پس و دفش یکیه مثل کارت مثل فیفا است، ولی دریبلش هم یکیه تقریبا همه چیز یکیه، ولی به جای فیزیک نمیشه فیت. آره این پست متفاوت باشه و حالا قد چه بال وزن و قدشون میرن همینجا میزنن پا چپ پارتشون و دیگه انرژی و اسکین هم ندارن و بریم سراغ آقای رونالدو که مورد علاقه همون 4-4-2 رو دیگه 4-4-2 به نیسته تا و ما خب توضیح دادی راجع به DNS و اینا. خب ما هم داخل ایران هستیم و اینجوری میتونیم بازی کنیم که بچه با گراف همون داستان اینا کی هست و یه سری مشکلات داشت میتونید الان با گراف بازی کنید و لذت دارید. لوئیس سمدو چه کاور قشنگه، کاورش جذابه. یه دیگه هم بال چی داشت لابی شبیه الکوین دارم، یه ملیون سی پی دارم، لابی شبیه لابی های مثلا فورتنایته، یه جوریه. گفتم که من تایتل و اینا شیاد بازی های شوتینگی هم دارم، این همه چیش این فیفاه، این قشنگ اومده یه تقلید مشتی کرده و یه حالت حالا ما گیم پلیش خیلی مهمه که اصلا همه چیش اینه فیفا گیم پلی بهتر از فیفا باشه و من که الان بازیکن بخرم با یه میلیون از مارکت چی میتونم الان میگم با همین تیم بریم ببینیم. امباپه 165,000 شلوخ واحد پولیش یه سی پی زده، نه واحد پولیش میشه پوینت پوینت گنگ گنگ پالمه همه گیواردیول بقیه دوستان مودریچ میلیتاو همه هستن و استاتوشون خیلی شبیه استاتوی فیفاشونه، نزدیک در واقع یه سری بازیکن ها آره مثلا هم چیزی که باشه بالاتر از نیکو ویلیام کنه چه هشت هشت میشه واقعا سون شومنی الان مثلا من ارزون داریم بازیکن که میشه خیلی چیه میره تو هشت داری در داغون ها لون داریم که 230 تا میدی همون لون یه خیلی نزدیکه به فیفا مثلا این بابا این عین اون بازی شوتینگه است، ورزشگاه میتونی بخری، کیت میتونی بخری، اینش خیلی باحاله. یعنی که اصلا تنه
مود استانس ریبا کیت میتونی بخری. گرافیش خوبه، گرافیش اینجا که عالی بوده، این جالب گرافیش. کفشاشو میتونی بخری و دیگه توپه مشخص دستی. این کفش خرید، این کفش خریدن هم مثلا توی بازی بشه انجام بود، یه حالت معمولیش که مثلا مثل ویکند یا رای بازی باشه یه پوان براش. من هم اول دیدم یه ذره تعجب کردم. اسکین بیسیک اسکین کانتنت تری پک دیگه دقیقا تری پلیر اسکینز اف دیفرنت ریریتی. من چی داستان چیه؟ خب بخریم. اون یکی شو الان می‌خرم. 900 تایی اصلا چی؟ یه پک اوپنینگ یو اف ال. وای. الان می‌بینیم مثلا سیزن سوپر پک. ببین مثلا پک اوپنینگ یو اف ال، این پک اوپنینگ چه جوریه؟ چقدر عجیب و اصلا این چیه نه؟ آها. پک اوپن اسکین رو باید بزنی. آها. پلگرینی داد. داش پلگرینی داد. آره. پلگرینی داد. پک اوپنینگ یو اف ال. کارتش هم باحال، انیمیشن کارتش باحاله. دایناسور. دایناسور کجا در آوردی الان؟ همه منقرض شده. اینجا هم خوره بازی پک اوپنینگ رو داریم. بیا بیا یه نه تو بزن. پک اوپنینگ نگردی. اینو نگردی. ببینم. الان اصلا یه چیز خوب میزنی میام رو این بازی. برو بریم سراغ پک بعدی. همیشه تو فیفا پک میزدیم، اینجا بریم پک خب میزنیم. خب اینا رو داده دو تا بازیکن داریم توش این سری. تیاگو سیلوا. چرا ولی اول باید از هم فیس کارت باشه. آره. اینکه اول اسمشو میزنی قشنگ نیست. بزن تو بزنی بر نمیگرده الان تیاگو سیلوا. بزن نگر نداره اینو دیگه. مارتینز الان داده. اوه اون مارتینزه که بسیدش 7-9ه. بکنم پلگرینی چند بود؟ فقط این بقیه چیزش رو نمیدونم. بکنم انیمیشن یه سری اوورالا به این ور فرق داره. یه پکی دیش یه پکی 700-تهی بده یه سری بگیم چی میده؟ پولمون تمام میشه ها؟ اشکال نمیده. این سراغ پکه دلوکس اسکین. اسکین انگار بهشون میگه نه نه بشنم اسکین بازی کنه، یعنی اون عکست یه اسکینی قرار میگیره توش. بارلا بارلا شاید این کارتش خوبه. شاید من احساس کنم عکس کارت رو عوض میکنه، یعنی اسکین خب اسمش مشخصه دیگه. شاید الان رد کردی چیز گزینه‌های دیگه شما مثلا ببینم چی بود. سه عجیب بود چلنج داره. چلنج بری 20,000 تا بهت میدیم. این همون 20 میلیون بهت میدیم. من دارم اشتباه بریم پس الیت پس نمیدونم یه سه چیزش واقعا مشخصه تا یه جایی. بریم سراغ بزنیم ترکیم چجوریه و ترکیم الان اون بازیکن رو میتونیم بذاریم نداره. من فکر میکنم اسکین بودن اونا. نظر تو چیه؟ بزنیم مشخص میشه. من هم اسم میکنم عکس کارت اینا هیچ کنومشون عکس نداره. میبینی؟ همون دیگه مثلا بری بگیری. آره فکر میکنم میخواد درآمدزاییشو بذاره روی اسکین، همونطور که خیلی از بازی شوتینگی رو اسکین اسلحه هاشون یا لباس هاشون میذارن. شاید اسکینش اوورال بازیکنم آپگرید کنه. نمیدونم اون داستان چیه. حالا ما داریم هر چیزی که داریم میبینیم در حد یه آها اینجا میتونی کیتاتون رو بچینی. کفش باله تا اینجا باحال بوده. نه دیویژن چیه؟ کوالیفای ای کوالیفایش اینجا هم پوینت میگیری. لوکال یا رنک؟ لوکال دسته نه نداری؟ ها لوکال تک به تک میتونیم بازی کنیم. بازی کنیم بذار یه نیمه یه دونه چیز بازی کنیم که سرورش خیلی مهمه. الان رفت تو مچ میکر کراس پلی هم داره، یعنی میتونیم ایکس باکس و پلی استیشن با هم بازی کنیم. فکر کنم هنوز برای پی سی نیومده. ببینیم چه جوریه. نت دو ویتینگ فور کانکشن اگر کسی در چهار هستن یست توی سرچه. بازی های اینجوری هر چقدر زیادتر بیان پیدا کرد بازی های اینجوری هر چقدر زیادتر بیاد به نظر من رقیب بیشتر باشه. اکسپت یه مونم که خیلی خوبه دو سه خطه آرادان کی خیلی یه دونه رونالدو داریم اونجور دو بقیه همه اون که ایدی بیو برداشته بقیه هم همین هم تقریبا. اونم یه کیدیوی داره. اونا واقعا بازی کنن. من هیچ کدوم اسمشون نشدم. خواستش هم نوشته چند جز کایخون رب اینش خیلی باره که میزان هزینه اسکوادو می نویسه 136-138 میلیون مثلا
هزینه شده برای این رسما این صفحه صفحه فیفا است کاملا، یعنی اکثر نصف چیزاش از فیفا برشه. و جالب اینجاست که رونالدو هم 40 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده روی این بازی. مثلا واسه کار رفیق باشه خیلی عجیبه. چهل میلیون چیکار کردن؟ 40 میلیون یه مقدار لودینگش طولانیه چیزی که کیفیت بازی که نمارم. خب بچه ها قبل از اینکه برو تو مچ اولا این مچ کاتسینا رو نشون میده که اینکه این فیفاه. آره ولی یه جوریه نمیدونم انیمیشن بازیکن داره نگاه میکنه، بازیکن داره رو چمن لیز میکنه یه جوریه این یه داره نگاه کن من نگاه کن یه دقیقه بازیکن که دارم میدم نگاه کن داره رو چمن لیز میکنه موسیقی من به همه دوکیماش همونه و سکه من فرست داره فقط کنتره اسم کنم. حالا یه نیمه تو بازیکن کنی نیمه من، ولی خب اسم بازیکن هم مثل فیفا و بالا سرشون نوشته اگه دقت کنی. حریف مقابلمون هم ایکس باکسیه. نخ باشه دفعه چیزی که هست اینه که انگار که بازیکن ها انگار که چمن یه سطح خیلی سفته که داخل چیزی نمیره، خیلی مصنوعی هم بازی کنه چمن. اگه دقت کنید چمن براتون کیفیتش غیر طبیعیه وقتی بازی کنه رو چمنن آفساید. انیمیشن رو نگاه کنیم ببینیم چه جوریه، فقط در حدی که ببینید داستان چیه. و الان به نظرم سرورش خوبه، ما لگی ندیدیم از سروری که نه. خب البته اینم به نظر بگی خیلی خلوته نسبت به سرورای پلیرایی که فیفا یا پس دارن و کلا خلوته. حالا بعد می‌بینیم که چه اسکیل مووای داره. خطاش هم که خیفتش خیلی خوبه ان نزدیکه. نه خب اون بدنشون فرم بدن این دقیقاً فیفا جسار پیشه. یعنی مانده اکثر چیزاش رو همین کپی کرده. حالا ما یه سانت اینجا میکنیم یه ذره منو یاده کلن بازیایی که بازی موبا نه بازیایی که در واقع بازیای آمریکایی که خود ای ای میسازه، یه سری بازی داره که شبیه فوتبال آمریکایی و بازیای از این دست کلن کارگردانیش دکوپاجش اون تایپوگرافیای روی صفحه مثلا اون تایتل که خورده. ولی میدونی جالبش اینه روش که این بازیکن‌ها اوراشون خیلی پایینه دارن، خیلی نرم باشون بازیکن. ولی لگش دیدی چه جوری بود دیگه؟ یه مدل ها اسکیل همون اسکیلی که تو فیفا میزنی رو زدم، همون اسکیل رو زد، یعنی عشان همون اسکیل هم ورداشن تو فیفا رو بردن. خب شاید دیگه دلیلش اینه که بخواد خودش هم میدونه اینه که خیلی از فیفا پلیر شاید بخواد بکشونه دیشون مثلا بازی مثلا راحتی پلیر. حتی خب باید ببینیم کدوم بازی رو موقعی پلیر بزنی. رومالو الان چیز دارم ولی به من حس فوتبال رو نمیده. چرا این کنترل بازیکن یه جوریه؟ یا بابا رسید یه ذره توپ فاصله میگیره پا. آره یه اسکیل فیفایی بزن این کار میکنه. بعدم نمیگه سانت شوت هم بابا بزن یه بازی کنم دید اینجوری میگوین یک عدد خوره. یه گل بزنم در اولین بود. میگم کلا تمام اصلا من کلا الان خوشم نمیاد از اون اسکور صفحه نمایش نتایجی که اون بغل داره رو دوست ندارم. بیارم بازی نمیکنه سری بود گل اولو بزنم بهش با رونالدو ویتینگ فور. این چه چیز تاکسیکیه وسط بازی فکر کنم برات بزنه. میگه وایس تا حریفت بیاد. یعنی حریف هم چیز شده بلف داده ریکانکت داره مچهش اینجاش با حاله ریکانکت داره مچهش برای ما اینکه نتمون بده خیلی بده خیلی خوبه خیلی خوبه. یعنی از این نظر اوکی که یه ذره من یه دیگه بازی کنم. نه دیگه بازی کنم دیگه 13 میلیون یهو داد از 1 میلیون کنم 13 میلیون از اون مساوی شد. آره کار زنده نه دو نفر هم میتونی بازی کنی. دو نفر دیگه تیم نمیشه. کلا یه مود آنلاین داره الان من دارم نگاه میکنم. نه آنلاین آنلاین یه رنک داره یه لوکال رنکش هم که اون دیویژنه بالا میری و این فقط یه مود یه از نمرات بهش بری دیگه از ده نسبت فیفا منو بازی نکردم ولی برای شروع یه بازی که اولین سریش خوبه. من اینکه خیلی میگم این
ترکیب رنگا انقدر رنگای اصرار بر سیاهی داره، رنگای دارکی داره. این دارک بودن هم بیشتر برای بازی شوتینگی استفاده میشه و بازی اکشن. برای فوتبال یه ذره باید تنوع رنگی و رو به رنگای گرم بره. سوال قسمت رو نپرسیدم. سوال قسمت اینه که آیا UFL میتونه رقیبی جدی باشه برای بازی پسیفیک؟ مثلا نظرتون اینا رو نظر میدید که مثلا شاید تا 3 سال آینده بتونه؟ و من به نظرم فعلا نمیتونه، یعنی جای فیفا رو که قطعا نمیتونه بگیره، چون فیفا هر چقدر مشکل داشته باشه یه سه چیزش واقعا بی‌نظیره. الان یه کات میخوره میره 5 سال بعد این جمله ما رو میزنه مثلا UFL شده بهترین بازی فوتبال. دین چیزی دین 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 نگاه کنم میره استودیوم نگاه کنیم انیمیشن رو کنیم. انیمیشن این قبل بودش که حاله پس فیفا که نگار یه آدم غیر فوتبالی اینو درست کرده. نمیدونم چرا این سو دارم نظرم نگه. خب این کنسولش چیه؟ این میکراس نداشته چه خب پلیستیشن باشه باشه. این بازی مجانیه 28 گیگ هم بود، 20 یا 28 گیگ بازی 28 گیگ برای پلیستیشن اگه اشتباه نکنم و 20 گیگ برای ایکس باکس. 20 گیگ 21 گیگ حدودا 20 گیگ 21 گیگ برای ایکس باکس بود فکر کنم. انیمیشن ببین بازی کنه کندن حالت عادی ناکن. الان این کنده تا وقتی که یه پاسی میخوای بدی یه پاس میخوای بدی بوست میشن. میگم یه ذره توپ پاشو نگار خیلی فاصله میگیره، ساعت میگیری فاصله میگیره خب آره این فاصله گیره. ولی برای بازی که اول تو دروازه اولی گله با... میخواد انجامش بده یا نه؟ رونالدو شماره 10 سو اولین گله یو اف چقدر دکوپاجش قشنگ بود، دور میشه قشنگ کرد. انیمیشن چیز باحال بود، انیمیشن شوتینگش بود. فینسشات زدی یا معمولی زدی؟ فینس دارم. بازی 15 دقیقه چقدر خوره ای بده. میخوام نظر بدم ویدیو تمامش الان 18 دقیقه شده خوره اصلا فکر کنم. ولی اینجا بخوام یه 4 تا اسکیل UFL در اسکیل ها شاید بریم در بیاره. نگه اولین باز خورد ما از بازی هسته کاشتی دیگه. یه ذره دیگه میگم بازی کن تو هم ولی بعدش چیز کنیم یه دقیقه بریم کاشته و ایناش هم انیمیشنشو بچه ها ببینم بریم لوکال. میدونم الان خیلی از پس پلیران برای این قسمت ما رو مشاهده میکنن بالاخره یه بازی جدیدیم رو به خیلی از گیمر ها. آها رونالدو وو بیستره شد بیاد 14 دقیقه شده. چرا دروغ میگی؟ این چه اینجوریه؟ حدودی 20 دقیقه است دیگه. 14 رو گرد کنیم میشه 20. همون کاری که توه فقط ندیدم تایمش چجوریه، یعنی زمان این بازی چند دقیقه بود. میخوام ببینم نسبت زمان بازی چجوریه و تماشاگرام طبیعیه یه ذره لیزه زنگ انگار بین فیفا و پس قبول داری؟ این باز اینکه تو این زمین آفتابی سایه بیشتر شد یه ذره طبیعی تر شد از لحاظ قرار گرفتن بازی رو چمن. ولی گل بله گل دوم یه خوشحال دیگه کن باش مثلا خود خودش انجام میده. او خوش تاکسی که بود ای خوشحالی رنگو خوشحالیشون باید. من دیده بودم 4 نفر با امباپ رونالدو نیمار نظر طولانه نیست خوشحالیش رد کنید افتی هر چه تونید در باشه تاکسی تره دیگه. البته به گفته خود شرکت این بازی در واقع حالت آزمایشی یا نسخه بتا هستش و از لحاظ گرافیکی هم 100% نهاییش نیست. البته خب معمولا تهش همین در میاد با اختلاف خیلی خیلی جزئی. ولی خب میگم الان اون زمین قبلی مشکلی که داشتن بازیکن‌ها انگار نه انگار تو چمن بودن، انگار توی سطح سفت بودن و خیلی مصنوعی بود قرار گرفتن شو زمین. خیلی راه میرفتن حس چمن به دست نمیاد. 23 دقیقه شون یادم خب دست نوع دسته هاشو نوشته بود که مثلا مثل فیفا آلترنیت داره نه کلاسیک داره نه یا نه نوشته بود. خب تو شوتت میشه رونالدو رو دیگه الان با بی شوته من شدم با ایکس معمولا تو فیفا ولی الان با بی یه پاس جذاب برای رونالدو. پاسش هم انگار میرسه، یعنی مثلا 90 درصد پاس هم میرسه. تکلیف تو چیه؟ آ بی هم داره. گودر هم چه جابجا کرد؟ آره گودر رو جابجا کرد. چقدر ترای هارد دیگه اومدی تو UFL یارو پیشینه ای از این بازی نه. اوه هم اسکیل زد. آره تقریبا با بازیکن برونز هم داریم میزنیم. اینش خیلی باحاله. رونالدو آره کاری بکن باش کار عجیبه. این از دور بشوت از دور
بذار ببینم. بده رونالدو بیا عقب دور بش. این آقای ماچیدا از کشور هند. رونالدو آفساید. خیلی بازیکن میرن تو آفساید. جاکی اینا چه ذره سخته ولی بازیش روونه. من چی میگم؟ یه نظر کلیمو بگم. انیمیشناش هنوز انیمیشناش از 100 درصد یا میخوام بگم چند درصد خوبه؟ به نظرم 60 درصد 50 درصد انیمیشناش خوبه. خیلی انیمیشناش مشکل داره. تو چی چرا گرفت؟ منظور مشکل داره این که نزدیک به فوتبال نیست. یعنی استاپ میکنه یا تو بازیکن 500 متر توپو میندازه جلو و اون نرمی رو وقتی داری بازی میکنی اون نرمی رو بهت نمیده. مثلا اصلا می چی میمونه؟ مثال برای گیمرها بدم. مثلا زمانی که شما داری جی تی ای بازی میکنی، دیدی رانندگی تو جی تی ای چقدر نرم و چقدر قابل کنترله؟ گلم خوردی. ولی یه سری از بازی دیگه یه سری از بازی دیگه اصلا میره بازی میکنی رانندگیش اونقدر نرم نیست. اینم دقیقا همجوری کنترلی رو بازی کنی داری اونقدر نرم نیست. اصلا کنترلت رو بازی کنی همینطور دفاع همین شکلیه. ولی از نظر کیفیتش اینا، کیفیت انیمیشن شوتش اینا خیلی قابل قبوله. یعنی پس این همه سال میزنه کیفیت شوتش به نظرم از پس قوی تره از لحاظ کیفیتی. از نظر کیفیت تصویری شاید نه، ولی از نظر کیفیت شوتینگ و یعنی انیمیشن شوتینگ و اینا قشنگ یه انیمیشن فوتبالی داره. برای اینکه اولین نسخه گیم هست خوب بودی. الان دفاع خیلی جامو. یه ذره کنترل رو بازیکن کمه. همون دارم میگم. شق و رق کنترل. یعنی یا باید جا بمونی یا باید با سرعت خیلی زیادی کار عجیب غریبی انجام بدی. من خیلی توپو جلو میندازه. حالا نمیخوام بگم این ایراده یا یه پله میزنن. اونجا آفساید. افزاد پرسم نزد. سه دقیقه هم وقت اضافه داد بسید اول. سه دقیقه همیشه شد ببینم. ولی خب اندر گرافیکی یا مثلا اندر اف بی اس و ایناش اوکیه. یعنی سوتم زد داره بهتره. آره حالا باز بازی کنیم ببینیم چه جوریه. یکم دیگه ولی خب اینکه مجانی باشم یه میخوای بریم سراغ چیزش چیش بلاک هم میتونم بکنم. بلاک کلاب میخواد بریم سراغ تک به تکش ببینیم چه جوریه. کاشته و اینا چه جوریه ببینیم چه جوری. الان اصلا کلا میرزام مچه خیلی ساده درست کردن منوش. انگار مثلا یه گوشی مثلا 10 سال پیشو وا کردی داره باش قشنگ مثلا این ریزام تایم انیمیشن خدایی. فیفا تو هر چیزی بعد باشه حالا این همه از گیم پلیش ایراد میگیرن میگن باگ داره فلان داره. حالا این نباید میرسید به نظر حالا خیلی از گیم ها واقعا نمیتونن تو اون سطح همچین گیم تولید کنن. ولی از نظر گرافیکی و طراحی کارت و چیزیناش فیفا واقعا قویه. همون داری بس شوت پول کردنش هم خیلی کمتر باید پول کنی. انگار این رونالدو چشم رودریه. یه ذره این کیفیت خود بازیکن خوب نیست. یعنی اندامشون مربعیه. یعنی قشنگ مشخصه که یه کاری کردم که خواب اسمنجیه یه جوریه اینجوریه غیر طبیعیه. مثلا اوایل فیفا میمونه. فیفا هم اوایلش این شکلی بود. آره البته اینم بگم که چون عادت کردیم به فیفا او در نسبت آدم عادی حساب کن دیگه. کپل داره رونالدو چیه آخه؟ اوه داره میخوره. اینجا هم باید کری بله موو میره جالبه. بریم آنه من میگم پازش هم اینجوری بود. ریکوست دادی که پاز بود. آره لفه داره دوری خیلی لفه دم. بابا من میخوام چیکار کنم؟ میخوام ویکند لیگ بازی کنم. یعنی لفتش چجوریه؟ خب اینجا آمار بازی هم شده. لفته 90 دقیقه. آره دیگه یعنی ریوارد میده. یعنی به نتیجه پایانی و بعد هایلایتش هم ببینی مثلا رونالدو این گلی که هفت داره چه جوری نشون میده. یه جوری بود اینا نمیدونم کل آنچه که دارم تو تصویر میبینم حس فوتبال زمینش که اینگاه چند مصنوعیه قشنگ. آره موکته اینگاه. مثلا این انیمیشن شوتینگ نیست. خدایی شوتینگ نیست اینجوری بره. خوب بود بد نبود باز نسبت به حالا اینم در نظر که اولین نسخه این بازی دیگه و نسخه بتاش هم هست. نه کیفیت همون بازی آره یعنی کیفیتش خوبه دیگه. فیل موهاشون چیزی درم بود برای بازی که مجانی خوبه برای. خوبه باقا البته الان مجانی ببینیم کلا میخوام مجانی بدنش. مثلا که قطعا وقتی ببینم مخاطبش زیاد بشه مجانی نمیدن. جنتلمن این فکر کنم یه واگش می چیه رو دو یک من لفت دادیم 11 میلیون 11 میلیون داد بهم. شاید اگه
میبردی خیلی بیشتر. بردیم 13 میلیون باگش. بریم سراغ تک پتکش، به یه سری صحنه‌ای که حالا ندیدیم تا الان، مثل کاشت و انیمیشن. مثلا بریم کدوم قسمته واقعا کجا میتونه باشه. همه چیه بازی که تقریبا نزدیک به فیفا هست. تنها تفاوتی که داده اینه که دسته یک رو کرده آبی، دسته دو رو کرده آبی. این تیمایی که داره است داره. و آها، یکی از بدیای این کلاب اینه که یکی از بدیای در واقع این بازی اینه که خب چیز نداره دیگه، بجای تیما رو نداره اصلا. جدا از بجای بازی نیست، لیگا لایسنس فیفا یعنی اف سی 24 هست مثلا. الان تیم خودتو میتونی برده. 6 تا تیم داره اینجا. دراینز رو بردم. کسان هم نمیدونم چیه. یعنی قدرتش رو حتی اینجا زده دیگه. این خودش خوب. میگو بسکتباله. نویگیترز. اصلا اگه این قدرتش خوب. من هم یه نویگیترز. نه اسکی تو اینجا هم اسکی میگو. بعد تازه کلاب خودت هم داشت. بسی برده دیگه. میگو نالده توش هست. سویچ میکنی که تا لود نشده دیگه. ولی گرافیکش خوبه. مثلا کیتو خیلی قشنگ داره. این از فیفا قوی‌تره گرافیکش. مثلا این چه صحنه‌ای که کیتو داره نشون میده، کیتوش خیلی قوی‌تره. بابا لود نمی‌شد. اولی نه لود شدن نه ریزه فیفا قشنگ اینجوری میشه کیت. یعنی پارچه‌ایه. این قشنگ کیتو تنشه. مثلا اینجا مثلا دیو فرق خورده. مثلا نمادی از فوتبال نه. و کلا کاتچینش یکی دو بوده. بذار من بیام پشت بیام تو محوطه اودگارد. اینا کی بازی کردن؟ گوندوغان، اوبرتون، بیا بزنم تو وینی. واسه شارت دادن اسکیل دادن این پوینت. آها اولین است آموزش اسکیل در یو اف اف. سه تا اسکیل دادن سه کشی کنم که آها آها نزنیم این سراغ اولین پنالتی یو اف ایت انیمیشن داورش هم داری نیمید که آقای الکساندر آنو ویلیسیوس بود اون برنا که گوندوانه. آنو شاید تیره تره. آنو مرینیت شده. این تیره هست روندان که اگه شاید قوس کمر رونده اینجوری نیست به خود کمر. این کایلی جنر این چیه؟ کونش رو نگاه کن 600 متر آن تو میبینی که بزن راست من گلر چقدر تون ای گلر جان رو نکن. نه سعی کن بگیری، سعی کن بگیری. واقعا منم 5 ثانیه 3 ثانیه تایمر داره. اینش خیلی تاکتیکه گرفت عجیبه. آره یه دونه پنالتی به خودت بزن. اون سانگ دومه پنالتی به خودت بزن. زرد چیپ بزن. نه چیپ نه، یه محکم بدن بره گوشه. چیپ سکوندش رو ببینم. میخوام سکوندش رو ببینم. نه خب چیپش رو ببینم. آنون رو انتخابی که دوتا هنالتی داد. این یه جوری افتاد این چمن عقب تعیین شده است. اصلا گفتم آقا اینجای پات ضربه خور خب بپری اونجا چرا میزنی؟ یه جا بهتر بزن. اوه قشنگ بود انیمیشن گوله. خیلی قشنگ بود ریاکتی هست. نه نه خیلی قشنگ بود. یه پرشی دیگه بده کنش هم چه دیگه این هم که وایسته نه دیگه این پاس دوم رو نمیده. بیا 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 نه اپا دفاع چجوری میرزن اینجا یه های اسم کاشتش هم میخوایم ببینیم. بیا اقا کاشته بزنیم برای بچه بیا بزنیم 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 کاشتش چجوریه اولین کاشته UCL اخراج UCL چی بود من گفتم رابرتون یه ذره شد انیمیشن اخراج شبیش خیلی کم هست. رابرتون اگه وزبکستان به دنیا می اومد رابستون مناطق اورونوف نشین. کی میاد بزنه؟ این صحنه‌اش ولی باحاله. کسی هم پشت توپ هم داور میاد. اسپری از یه جاش یو اسپری انیشن اسپری جاش می دیدی خیلی شد. مثلا رونالدو که مدریش داره اینجوری صحبت می‌کنه این باحال. آره. ولی رونالدو 40 میلیون داره واسه این بازی چرا؟ خودش هم شاید باشه. چقدر شبیه فیفا ولی این صحنه. فیفا پارسا هم شکلی می‌کنه. نکن نکن حالا چجوری نکنه. اوه یه داره دیگه کاشتگی هم پول بوده یه داره باید کمتر پول کنه. این شبیه راندو نیست اصلا. این صحنه برای پلیرهای حرفه‌ای به نظرم خیلی خوب نیست. فعلا آره زیاد نه پول کنیم فهم از دیگه پول کنیم افتود چون گوشه نزدی. اوه خیلی رفت یه داره کاشتش گل کنیم دیگه واقعا.
خیلی داور صحبت میکنه با دفاع. انیمیشن بین کتاش خیلی زیاده، طولانیه. حالا یه دونه تنگ بزنم یه تو میتونی چیز کنی ها، حالا یه دونه تنگ بزنم کنم چیجون گودر نرسیده بود توی چینج دوری نرسیده. بیایم بیرون دیگه، بیایم گونش هم ببینم، گونش هم ببینم، گونش هم نهیده گولر هم گولر رو بعد چی میاری بیرون؟ مگه ویکند لیگ گل فشار بکن نبری میزنه؟ نه خوشحالی فکرم فقط یه دونه انجام میده هر بازی همون با دارم خوشحالی دارم. واران در بقیل اون چنه تاری که نه دیگه این قسمت سایه استادیوم بود، این طبیعی بود، به نظرم این طبیعی بود. در کل اینجوری نمیتونم به نسبت پس نظر بدم چون خیلی وقت پس بازی نکردم، ولی نسبت فیفا اگه نمره فیفا رو 10 نظر بگیرید این برای نسخه اولش نمره 5 میگیره و خیلی هم بد نبود واقعا. حالا نسخه اولش همین که رنگ چمن از اینجا خیلی همه چوکه، رنگ چمن، زاویه دوربین، همه چیش منظورم از این نظر اوکیه، ولی کلا اون میگم صفحه نمایش نتایج بیشتر منو یاد اصلا آورشات میزنه، منو یاد یو اف سی میندازه تا فوتبال. رنگای تیره خیلی اینا مهمه، خیلی دارک بازی یه ذره توی روی بچه هم تاثیر میتونه بذاره، رنگا یه ذره میتونه شادابترش کنه مثلا منو. حالا آهنگاشو نشنیدم چون حالا وصله به سیستم بودم آهنگاش چجوریه. آره ببینیم آهنگاش چجوریه. دمتون گرم که این قسمت دید. اگه اولین باره که ما رو دارید تماشا میکنید خیلی افتخار دارید، دکمه سابسکرایب هم بزنید، این ویدیو هم لایک کنید و حتما حتما گیمر هستید نظرتون راجع به این گیم پلی که دیدید بگید و لحظه پایانی گل پایانی توسط رونالدو عشقتون زده شد. مسی رو ندیدیم تو این ترکیب این اصلا. تیم آره نمیدونم تو بتاش نیست نمیدونم. یعنی ممنون، مرسی که تماشا کردید، نظرتون رو بنویسید، 10 نمره بدید به یو اف ال. خیلی ممنون که ویدیو ما تماشا کردید. پیس اوت. چاو.